برحال به مزار شریف میریم، برخی رسانه ها دیروز از برکناری وادی بلخ تا محمد نور خبر دادن، خبری که دیروز هم از طرف سیاری تکذیب شد و صحت هم نداره. اما آیت متشکل شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان چند روز پیش به دیدار آقای نور به مزار شریف رفتن و بحث های داشتن. تا کنون این بحث ها به بیرون درز نکرده، ولی هدف از این مذاکره این بوده که از این آیت از آقای نور بپرسن که در آینده چی نقشی را میخواه بازی کنه، در حال که آقای نور در ولایت هرات هم گفتن نقش خود که ما فقط میخواهیم که یا کاندید باشیم، سیستم تغییر کنه و اگر سیستم تغییر نمیکنه به می حالت میه که شخصی به نام حکمتیار میه میه در شمال باید پشتون بخیده تاجک بکشه و تاجک ظالم است. پس در این حالت از بود این دولت که در نبود دولت بهتر است. شکور واقف حکیمی سخنگوی جمعیت اسلامی امروز در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بحث ها ادامه داره ولی نهایی نشده. حکیمی که خودش عضو همی هیئت است میگه که آنون بر سر تحولات اخیر سیاسی و تحولات در داخل حکومت نیز بحث کردند. اما وی درباره این که آیا برآمدن تغییر در کرسی ولایت بلخ هم بحث های صورت گرفته یا نه گفت بدون شک از پیش هم در این باره بحث های وجود داشت، اما تا حال نهایی نشده است. بس بر سر این صورت گرفته است که آقای نور در آینده چی نقش را بازی کند و یا اکنون چی تصامیمی باید گرفته شود. دست کم یعنی به حساب رادیو آزادی سه منبع معتبر در حکومت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که حکومت درباره آوردن تغییرات در کرسی ولایت بلخ تصمیم گرفته است. یکی از این منابع که نخواست نام خود بگیره گفته که در آینده نزدیک والی بلخ یا استعفا میدهد و یا هم برکنار میشه. منبع اضافه کرده است که رئیس اجرایی نیز آیت را به بلخ فرستاده تا درباره آماده شدن عطا محمد نور برای برآمدن تغییر در کرسی ولایت صحبت کند. خب از عبدالله توقع بالاتر از این نباید داشت. عبدالله از آدرس جمعیت و از آدرس ملت به کرسی رسید که تا در خواب هم نمیدید، ولی آیسته آیسته ای هم خود به کاروان آقای غنی نزدیکتر میسازه، چون احساس میکنه که اگر انتخابات صورت بگیره و یا هم مقام ریاست اجرایی از بین بره آقای عبدالله دیگه پشتیبانی مردم از با خود نداره، نه جمعیت داره نه از مردم داره. و همه کسایی که در دور انتخابات از آقای عبدالله حمایت کردن اونا از او دور شدن، ناراضی شدن، صرف به استثنای چند تنی که فقط متمله چاپلوس بود پاک که از جمله یکیش عمر صمد است که فعلا برای آقای عبدالله در غرب لابیگری میکنه. پس از عبدالله نباید انتظار داشت و ما یقینم دارم که با شناختی که خود من دقیق از آقای نور دارم، آقای نور بید نیستن که به هر وزش باد اونا بلرزن و از جا کندشن. اونا ریشه در بین مردم خود دارن، اونا با مردم ارتباط دارن و پایگاه مردمی دارن و عرفای هم که میزنن عرفای آقای نور منطقی هست. ولی اونا در سه ساله که دو دکتر بیمار در کرسی قدرت نشستن همیشه از شوی کار از ناش انتقاد کرده. مثلا از روز که آقای غنی و عبدالله بر کرسی نشستن شمال افغانستان مدیدیم که جنگ های در گوشه و کنارش با خوب پیوست. هجوم تروریست ها به شمال افغانستان بسیار زیاد شد، داعش از طرف شبها توسط تیارات که مشخص نیست از کدام کشور یا متعلق به کدام وزارت افغانستان است در گوشه و کنار افغانستان داعش پیاده کرد، امنیت به هم خورد، پیوندهای قومی در از بین رفت. این افغانستان در یک حالت بی‌ثباتی قرار گرفت و آقای نور در سه سال گذشته اینا رو متوجه می حرکات چند می سازن. امنیت مردم یکی از وظایف شماست، ولی شما در مقابل تروریست‌ها رو در شمال افغانستان جا به جا می سازین. پس شما وظیفه
تأمین امنیت مردم ندارین، شما برخلاف وظیفه گرفتین. و اگر حرفای آقای نور منطقی نباشه همه گونه انتخاب میکنن. ولی آقای عبدالله جالب است که در این گزارش میخونیم که یک آیت فرستادن که برای از آقای نور بخواهید که از وظیفه برکنار شد. ولی از اینکه آقای نور رفته پیشتر در ولایت هرات گفت که یا باید تغییرات در سیستم حکومتی بیاید و یا باید نظام سقوط کنه، حرفش معقول و منطقی. اینکه آقای عبدالله خوششان می نمیه مسئله جداست، اینجا سرنوشت یک ملت و آینده یک کشور مطرح است، بالاتر از موجودیت دو دکتر بیمار است. خب شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور امروز در این نشست خبری گفت که برکناری آقای نور صحت ندارم و تاکید کرد که استعفا و جابجایی افراد در دولت یک امر طبیعی است و هر کارمند حق دارد استعفا بدهد و یا کار کند. خب عرض ای رابطه زیاد از میده گرامی و خب مسئله شاید داختر شده برم و ما هم شما را در جزئیات بیشتر قرار خواهد دادیم.